کشتی عاشق سوت میکشد و انسان عاشق آه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به مرصع. امروز به روایتی شهادت امام حسن مجتبی است. این روز رو تسلیت میگم خدمت شما مردم نازنین سرزمینم و امیدوارم که نور، سپیدی و روشنی پیش روی شما نازنینان باشه. مسجد به عنوان یک پایگاه در حوزه فعالیت‌های فرهنگی همیشه در تاریخ ایران مطرح بوده و خیلی از اتفاقات ناب فرهنگی و هنری در زیستبوم مسجد افتاده. اینکه چه تاریخی دارد و چه سابقه‌ای دارد یک بخش ماجراست و اینکه آیا هنوز هم این چنین هست یا نه و اینکه هنر در زیستبوم مسجد چه جایگاهی داره، امروز می‌خوایم در مرصع مفصل راجع به این موضوع با هم. امروز توی مرصع می‌خوام خیلی مفصل با هم از حضور هنر در زیستبوم مسجد صحبت کنیم که قاعدتاً به سرزمین ما محدود نمیشه و در هر آن جایی که مسجدی هست نقش هنر هم هست و پررنگ هم هست و باید مفصل راجع بهش حرف زده بشه. این که آیا یک اتفاق فراموش شده است یا یک اتفاق جاری جزو بحثایی که امروز با مهمانانمون در برنامه خواهیم داشت، اما بریم سراغ اخبار و خانم مؤسسه. خواهش میکنم. امروز یک مناسبت دیگه هم داریم، امروز بزرگداشت سلمان فارسی هست که خب بهترین اتفاقی که ما الان منتظرش هستیم سریال سلمان فارسیه که آقای داوود میرباقری دارن میسازنش و فکر میکنم 3-4 سال دیگه بعد منتظر باشیم تا بتونیم ببینیمش. ایشالله که مثل همه کارهای میرباقری یک کار شسترفته جذاب ببینیم و کیف کنیم و یک شاهکار. آره واقعا. این هم از گزارش فیلم کوتاه تهران، یکی از اون رویدادهای خیلی فوق‌العاده است که سال‌هاست داره برگزار میشه، مخاطبان زیادی هم داره. خبر بعدی؟ از یک فقدان بگیم، فقدان استاد جلال شباهنگی که متاسفانه ایشون رو از دست دادیم. هنرمندی بودن که در حوزه گرافیک، نقاشی و مجسمه‌سازی ایشون سال‌ها فعالیت داشتن و فقط 3 دهه تدریس می‌کردن. نمایشگاه‌های مختلفی در ایران و جهان برگزار کردن که فکر می‌کنم اولین نمایشگاهشون در دهه 40 در امریکا برگزار شد. خیلی هم معروف بودن به احجام یا حجم‌های شیشه‌ای، کار در این زمینه و متاسفانه ایشون رو از دست دادیم. از دو چهره محبوب بگم، استاد خسرو خسروشاهی عزیز و خانم مریم نشیبا که با قصه گویی های شب بخیر کوچولو اینها رو ایشون رو میشناسیم. این دو بزرگوار هر دو طی یک هفته گذشته در بیمارستان بستری شدن و طی چند روز گذشته خدا رو شکر مرخص شدن، اما همچنان در حال باید اون دوران استراحت رو طی کنن تا سلامتیشون رو انشالله. پیدا کنن. آقای خسروشاهی نازنین با اون صدای جذاب و گیراشون و بانو مریم نشیبا یکی از دوست داشتنی ترین و بی‌نظیرترین انسان‌های رادیو هستن. خانم نشیبا یه اخلاق خیلی جذابی دارن، تو کیفشون همیشه جوراب دارن. بعد به محض اینکه شما رو میبینن یک سلام با یک لبخند جانانه به شما میدن و یک جوراب به یادگار به شما میدن و خیلی جذابه. انشالله که همیشه سلامت باشن بانوی بزرگ رادیو خانم نشیبا. بریم خبر بعدی. خوبه که اینها رو ما با لبخند و هدیه و چیزهای خوب میشناسیم. آره واقعا. در ادامه دوست دارم از آدمهایی بگم که شاید این شانس رو بگم یا بگم این توفیق رو دارن که یک شبه محبوب میشن. خوب. مثل اون خادم شاه چراغ که بدون سلاح خل سلاح کرد اون تروریست رو، آقای جبلی. حالا اینها رو گفتم که اشاره کنم به این صحبت آقای جبلی رئیس صدا سیما که گفتم باید چنین قهرمانهایی رو به تصویر بکشیم در تلویزیون، یعنی در سریال هامون، در برنامه هامون بتونیم به داستانهای قهرمانانه و چنین قهرمانهایی بپردازیم.
اما یک نمایشگاهی برگزار شد، در واقع دو تا نمایشگاه در این چند روز برگزار شد که اینها تلفیقی بود از هنر دیجیتال و نقاشی یا نقاشی خط، یعنی از هوش مصنوعی در به تصویر کشیدن اون حالا مفهوم و مضمونی که اون متولی این آثار در نظر داشت استفاده شد. و این هم به نظرم اتفاق جالبی بود. یکی از این نمایشگاه ها اسمش بود با حسین علیه السلام در قرن 21 و یکی دیگه هم ببخشید سفر به 61 هجری نام داشت که یکیش در نگارخانه پردیس باغ موزه هنرهای ایرانی و دیگری در فرهنگ سرای شفق برگزار شد. و میگم هر دو هم این هنرها رو با هوش مصنوعی ترکیب کرده بودن، یعنی یکی از سازنده ها یا بگیم تصویرساز اسم درسترش هست صحبت کرده بود، گفته بود که ما دیتا رو و اون مضمونی که در نظرمون بود که مضامین عاشورایی بود به هوش مصنوعی دادیم و خب بعد تصاویر رو دریافت کردیم. نمیدونم خوبه یا بد، ولی من کلا جزو اون دستم که هنوز با هوش مصنوعی یه ذره زاویه دارم. حالا یک مسابقه ایرانی برزیلی قرار برگزار بشه در حوزه کاریکاتور، کارتون و پوستر که موضوعش هست مقاومت در برابر نژاد پرستی. و شما برزیل رو با چی میشناسید؟ قاعدتا فوتبال. خب دقیقا میخوام به همون بخش فوتبالی اشاره کنم. اینجا سر قانون جونیوره. آفرین، احسن خوب. بر شما. یه بخشی داره، بخش کاریکاتور، که بخش کاریکاتورش به پله اشاره میکنه و اسمش رو یه بار دیگه بگید. جونیور. اسم وینیسیوس جونیور. بله دقیقا همین ایشون، مثل که در رئال مادرید توسط لالیگا اتفاقاتی، توسط لالیگا نه، توی یکی از بازی ها به ایشون توهین نجات پرستانه شد، یه قانونی تصویب شد اسم قانون جونیور که و ادامه ماجراهاش دیگه. خیلی این بخشش تخصصی ورزشی بود، خیلی ممنونم. فوتبال اینقدر فوتبال دیگه. خب بله بله. و در نهایت با نگاهی و یا ارجایی به این اتفاقات، این مسابقه که بین ایران و با همکاری برزیل برگزار میشه روی مقاومت و نژاد پرستی خیلی تاکید داره. خیلی جذابه که در قرن 20 در سال 2023 و 21 دازه ما همچنان باید چونه نژاد پرستی و اینجور چیزها رو بزنیم. عجب با بله بفهم. اون ترانه دایه دایه وقت جنگل خاطرتون هست؟ بله خیلی جدی. قرار هست که برای خواننده‌اش یک خیابونی رو به نام ایشون بزنن. خدا بیامرزه، رضا سقایی رو میگین؟ ایشون رو که خدا رحمتشون کنه، به نام محمد میرزاوندی که الان هم در قید حیات هستن. یعنی آقای میرزاوندی قبل از آقای سقایی بعد از ایشون خوندن. یعنی حتی خیلی ها دایه دایه وقت جنگل رو با ترانه ای از ایشون بیشتر به یاد دارن. حتی الان هم توی اینترنت جستجو کنیم تصویر ایشون و اون قطعه‌ای که ایشون خوندن بیشتر پیدا میشه. ببینم دایه دایه شما تا وقته میخواید شما خبر بعدی هم بگین. اینم بگم که حالا این اتفاق داره در خرم آباد رخ میده و ایشون هم همین الان رئیس انجمن موسیقی لرستان هستن. بسیار عالی. ولی من تو سرچام رسیدم به رضا سقایی، خداش بیامرزه، و یکی از کارهای فوق العاده است. دایه دایه وقت جنگ. حالا بلش کن خبر بعدی. اما برای خبر پایانی، با اون امتناعی که شما نسبت به انکاری که نسبت به هوش مصنوعی دارید. انکار ندارم، حضمش نکردم. آره. حاضرید یه ارکستری برید که یکی از حالا اعضاش توسط هوش مصنوعی داره؟ هرگز، هرگز و هرگز. ولی یک همچین ارکستری در کره جنوبی برگزار شده و نوازندگان برجسته کره جنوبی تحت رهبری یک ربات به نوازندگی پرداختن. 950 نفر هم به تماشای اون ارکستر رفتن. حالا با تماشای چش کار ندارن، ولی اونها نوازنده برتر به نظرم نیستن که حاضر شدن بپذیرن. آره دیگه، حس نداره بابا، باید یه حسی داشته باشه این هوش مصنوعی. من نمیدونم، ماجرای هوش مصنوعی ماجرای بسیار بسیار پیچیده، یه به
جد بهتون میگم که در آینده نچندان دور اتفاقهای شگفت‌آوری توسط هوش مصنوعی که با توجه به دیتاهایی که از آدم‌ها داره میگیره خودش رو کامل میکنه. این یه چیز عجیب غریبیه، چون همین الان مثلا همین داستان مثلا ChatGPT هست، بزنید یه عالمه باگ از توش در میاد، ولی با توجه به دیتاهایی که حتی شما بهش میدون شروع میکنه خودش رو کامل کردن و این خیلی قصه عجیبیه. ممنونم از شما. تمام شد؟ بله. من یه خبرم بهتون بگم که خب دوستان من، ما راجع به رادیو تئاتر رو نمایش در رادیو اینها خیلی مفصل حرف زدیم. دوستان من در رادیو نمایش دارن یک اتفاق هیجان انگیز رو رقم میزنن با همکاری حوزه هنری در سالن مهر. حوزه هنری هر شب داره یک رادیو تئاتر برگزار میشه، خیلی جذاب. اول نمایشش هم، یعنی شروع کار هم با کار بازگشت به کارگردانی دوست بزرگوارم سرکار خانم شیرین سپهراده که تماشاییه، یعنی رادیو تئاتر اتفاق جذابیه برای اهلش که برن ببینن. هم رادیو هم تئاتر، یه حال متفاوتی رو شما تجربه میکنید بعد از تماشا. فکر میکنم کار بعدی هم که نمیدونم از کی قراره به روی صحنه، ولی کار دوست و برادر بزرگوارم بهرام سروری نجات باشه. دوستان من رو تنها نذارید، کارها رو ببینید و لذت ببرید. رادیو نمایش به لطف ذوق دکتر سوهانی نازنین داره اتفاقات نابی رو رقم میزنه. رادیو بعد از مدت ها دوباره داره میشه رادیو به زعم من رادیویی. خیلی ممنونم از شما، همچنان با ما همراه باشید. میخوایم بریم سراغ هنر و زیست بوم مسجد. نمیدونم شما جزو نسلی هستین که تا به امروز شاهد اتفاقهای فرهنگی در مساجد بودین یا نه. من دهه 60 میگم که شاید من آخرین نسلی بودم که با یک سری از اتفاقهای فرهنگی ناب در مساجد روبرو میشدم. نمایشگاه عکاسی، نمایشگاه نقاشی، تئاتر، کتابخانی و خیلی اتفاقهای ناب. شاید الان کم رنگتر شده باشه، نقل من نیستا. قبل از اینکه دوربینا رو روشن کنیم با آقای بابایی راجع به این موضوع صحبت کردم. آقای بابایی، جدی جدی الان هم همون شکلیه که قدیم بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آخه اول نگفتیم چی بود که بگیم چی نیست. من دهه 60 یه دوره خیلی عجیبی رو در مسجد تجربه کردم. کتابخونه های پروپیمون، اتفاقات فرهنگی عجیب، انگار همچنان روح جهاد و مبارزه و آدم‌های جهادگر توی مسجدها خیلی پررنگ جریان داشت. بنابراین این اتفاق حالا وارد فضای فرهنگی شده بود و همه تلاش می‌کردند که فرهنگ رو گسترش بدن، مردم رو با به قول ما جوونا، با الان من جوون محسوب نمی‌شم، میانسالم، ولی با دیتاهای خوب آشنا می‌کردن. الان هم همینطوریه. والا نیست و خیلی هم با تأسف باید بگیم که اصلا نشانه هایی از اون مساجد اول انقلاب و حتی قبل از انقلاب نیست. من به شخصه تجربه خودم رو عرض میکنم خدمت شما که تو مسجد جواد‌العلی بودم، یکی از مساجد غرب تهران، خیابان سیزمتری آجیان، نزدیک سینما جی. بله، منم بچه همون منطقه هم تقریبا. بله. خب آدم های بزرگی تو اونجا بودن. من از سال 54، یعنی 3 سال قبل از پیروزی انقلاب، مرتبط شدم با اون مسجد و کتابخونه اون مسجد که خب کتاب هایی که در اختیار بچه ها میذاشتن، کلاس هایی که انجام میدادن، واقعا کارهای ارزنده‌ای بود و خیلی در جذب بچه ها و نوجوان ها مؤثر بود و نتیجهش رو ما زمانی دیدیم که انقلاب پیروز شد. وقتی که البته خب آدم های مؤثری هم بودن، مثل آقای فرج الله سرشور، خدا رحمتشون بیامرز، آقای هادی علی اکبری، آقای محمدرضا تخکشیان، بهزاد بهزادپور، امیرخان فردی، حمید ریاضی، اسخر آبخز، مجید ریاضی، رسول فلاحپور، اسخر نقی‌زاده، حسین یاری، محمد ناصری، احمد طلایی، و اینا همه جمع بودن تو اونجا. یه پرانتز باز کنم میونه کلامتون، مثلا حاج اسقر نقی‌زاده همچنان با همون فرمونش داره میره، یعنی بله، تمام تلاشش بله. رو داره میکنه که اون اتفاق بیفته، از نقشایی که بازی میکنه تا کارهای حاشیه‌ای که داره انجام میده. بله.
ولی دیگه با مرتبط به مسجد نیست، دیگه برای خودش مستقل شده، توی برنامه های مختلف صدا و سیما میره شرکت میکنه و به عنوان یک هنرمند متعهد داره وظیفه‌شو انجام میده. این کجا سرچشمه گرفته؟ ریشه‌اش همون تو مسجد جواد الائمه است. اون زمان چه اتفاقی میافتاد مگه که آدم ها اینجوری کنار هم بودن؟ خب ببینید، امین خان فردی خدا رحمتش کنه یک تز خوبی داشت، میگفت که انقلاب داره پیروز میشه و وقتی هم که پیروز شد گفت این انقلاب فقط اسلحه به دست نمیخواد، کادر فرهنگی هم میخواد. میگفت من قلبم درد میگیره وقتی که میبینم تو کتابخونه های حتی مساجدمون کتاب هایی هست که کتاب های مذهبی نیستند، اصلا کتاب مثل کتاب مثلا مادر از ماکسیم گورکی اون موقع خیلی خب اون خاطر حضور جریان چپ در بطن جامعه بله. بود دیگه، مثلا کتاب دونارام میخائیل شلوخوف خیلی ما دیده بجوانا بود، چگونه فولاد آب دیده شد نیکولای استروسکی، خیلی اینا رو بچه ها میخوندن. کتاب مذهبی که بخواد جذب کنه خیلی کم بود، مثلا تعدادی از کتاب های دکتر شریعتی بود و حکیمی بود و کتاب استاد مطهری بود، ولی رقابت با اینا یه مقدار مشکل بود. ایشون میگفت که ما در کنار این که میخواییم آدم های مسلح، آدمایی که چریک باشند و بخوان از این انقلاب دفاع کنن، با یک سری باید یک سری کادرهای فرهنگی هم داشته باشیم، اینایی که بتونن در آینده بحث فرهنگی این انقلاب رو هم پیش ببرند. که خب شخصه کارهای بزرگی کرد، کلاس‌های قصه خونی، کلاس‌های قصه نویسی و خود توی کتابخونه کارهای به اصطلاح مورد علاقه بچه ها اردوهای آنچنانی می برد، خیلی خوش می گذشت به بچه ها. در کنار این که یه کار فرهنگی می کرد، یه بار فرهنگی به اونها اضافه می شد، نشاط هم بهشون تزریق می شد. این بود که این مسجد با این پایه اومد جلو، هم شاخه تئاترش فعال بود، هم شاخه سینماش فعال بود بعد از انقلاب مخصوصا حالا، و کتاب و کتابخوانی و اینجور چیزا. این باعث شد که هر کس راه خودش رفت، اسقر نقی‌زاده و حسین یاری رفتن به سمت سینما و فرج الله سلحشور و بهزاد بهزادپور، محمد ناصری نمیدونم بنده رسول فلاحپور و خیلی های دیگه رفتیم به سمت نویسندگی، آقای تخکشیان، آقای سیدی هاشمی و خیلی های دیگه رفتن به سمت تهیه کنندگی و سینما و اینجور چیزها، آقای اصغر و آبخز رو رفتن سمت مدیریت فرهنگی، مدیر نمیدونم شورای عالی انقلاب بودن، و خیلی از اینها مثل آقای سعید فلاحپور، اینا همه تو شاخه های فرهنگی کشور هر کدوم به نوعی نقش آفرینی کردن. این نکته ای که شما میفرمایید نکته جذابی است. خب نمیشه نقش سانسور رو نادیده گرفت. در اون دوره هم کتابهایی با محوریت فلسطین، جهان، یعنی یک نگاه جهانی نسبت به یک سری وقایع با دیدگاه ایرانی تولید میشد، ولی خب به دلایلی وارد بازار نمیشد و اگر هم شد خیلی سخت به دست میآمد، مثل کتاب فلسطین مرحوم هاشمی رفسنجانی که در دهه 40 نوشته شد. و شما خیلی نکته جالبی گفتی، خب یه سری کتاب ها به مدد فن ترجمه، ادبیات جهان و آشنایی بیش از اندازه قشر روشنفکر با ادبیات جهان وارد بازار شد، ولی ترکیب همه اینها جهت داد به شما، هم نسلان شما، که این خروجی که دارید میگید رو ما باهاش مواجهیم. یک عالمه اسم بسیار آشنا در حوزه فرهنگ و هنر که سالهاست دارن کار میکنن. من آقای تخکشیان رو هر از گاهی در انتشارات نشر مرکز مثلا زیارتشو میکنم، با هم گپ میزنیم در این حوزه ها و نقلی میرود. اما یه سوال دارم که میخوام اجازه بگیرم ازتون، من سوال رو مطرح کنم، یه فاصله بگیریم، برگردیم و بعد پاسخ شما رو بشنویم، و اون اینکه چی میشه که این جوانها در اون نسل این راه رو میرن تا به امروز، و آیا نمیشود این راه ادامه داشته باشد؟ شما بهش فکر کنید. داریم تاریخ رو با هم ورق میزنیم و از نقش مسجد و حضور هنر در مساجد با هم حرف میزنیم. جواب سوال من رو میدین آقا؟
ببینید من اگر بخوام جواب شما رو بگم باید یه مقدار صحبت هم یه مقدار شاید تلخ باشه، نیشدار باشه. ببینید هر کاری، هر اقدامی یک لیدر میخواد. اون لیدره میتونه کارا رو پیش ببره. خب الان شما این لیدر اون موقع ما فردی بود به نام حاج آقا مطلبی، خدا رحمتش کنه، امام جماعت این مسجد، که با همه این طیفا سازگاری داشت. آها، ببین این سازگاری امام جماعت با طیفای متنوع خیلی میتونه در این کار کمک کنه به موفقیت. اگر اون ایشون بنای ناسازگاری داشت که مثل بعض خیلی ها، خیلی از مساجد، خب اینجا هم ابتر میموند و خیلی از کارها اصلا پیش نمیرفت، ولی اون نگاه عمیق ایشون، نگاه بزرگ ایشون باعث میشد که این بچه ها در خودشون رو شاگرد اون تلقی کنن. شاید خیلی از زمین ها ازشون هم ذهنشون بالاتر بود، ولی خودشون همیشه کوچیک میدونستن، همیشه شاگرد حاج آقا مطلبی و کسی که پشت سر حاج آقا نماز میخوندن. این لیدره کار رو پیش برد به نظر من. خب الان من دارم با آقای گلعلی بابایی صحبت میکنم که چند کتاب تألیف دارین آقا؟ 45 عنوان. آیا شما نمیتوانید یا نمیخواهید که یک چنین جریانی رو دوباره تولید کنید؟ نه، من نقشم چیز دیگه است. ببینید الان توی هفته مساجد حضور داریم، یه مقدار یه خاطره تلخی رو من عرض کنم خدمت شما. من امسال محرم رفته بودیم همین مسجد خودمون، همه همین قدیمی ها اکثرا اومده بودن، معمولا هم شبای عاشورا و تاسوعا جمع میشن میان، یعنی یکی از روزهای دیدار مجدد همون شب هاست. خب نشسته بودیم، عزاداری تموم شده بودی، عزاداری مختصری، و بعدم نشستم با هم یه گرده های تشکیل شد، همه با هم دیگه صحبت میکردن، دیدم چراغ خاموش شد. چی شد؟ تعطیله دیگه مسجد. بابا تازه 2 ساعت از یه ساعت و نیم از مغرب گذشته، اینجا ما تا صبح بیدار بودیم توی مسجد، توی کتابخونه بچه‌ها کار میکردن، از جبهه می اومدیم به خونه نمیرفتیم، شب اول میرفتیم مسجد، زنگ مسجد میزدیم. خدا رحمت کنه حاج آقا صابری، خادم مسجد، با خیلی با اخلاق خوش در رو باز میکرد، میرفتیم تو کتابخونه، اگر وقت میکردیم صبح میرفتیم خونمون بعد از 2-3 ماه که میومدیم. این چی بود؟ این همین برخوردا و این اخلاقا بود دیگه. ولی الان چون این کم شده، خود به خود اثرگذاری مساجد هم کم شده دیگه. ما دیگه مساجدی، من نمیخوام زیاد آیه یأس بخونم، ولی یه واقعیتیه دیگه، یه واقعیتیه که باید بپذیریم و یک تحولی باید ایجاد بشه. باید مسئولین امر که حالا امام جماعت تعیین میکنن کسانی رو که مشخصانه، باید این حوصله و این چه میدونم جنبه های مختلف اینا رو در نظر بگیرن که این باید با بسیجی بسازه، باید با یک آدم نمیدونم نمازخونه قرقرزن بسازه، با کسایی که حالا میان به هر دلیلی هر مشکلی دارن. مسجد اول انقلاب محل رجوع همه کس بود، اونی که با زنش اختلاف داشت میومد اونجا، اونی که نفت گیرش نمیومد میومد اونجا، اونی که خاربار گیرش نمیومد میومد اونجا، اونی که کوپن نمیدونم بنزین و چیز هر چیزش مشکل پیدا میکرد میومد اونجا. ولی الان که دیگه این خدمات داده نمیشه که. و یکی دیگه از مهمترین چیزها بحث امنیت محله‌ای بود، با توجه به رونق اون مساجد بود که خیلی از توطئه‌های خیلی از آدم‌های مغرض و ضد انقلابی که 1-2 روز بعد از پیروزی انقلاب شروع کردن به خرابکاری دیگه، و اوجش در سال 60 با اون فراخانی که مجاهدین خلق دادن و جنگ شهری و جنگ مسلمان رو شروع کردن، کی تونست اینا رو سرکوب کنه و جلوشون رو بگیره؟ این حلقه‌های امنیتی که توی مساجد. توی فیلم ماجرای نیمروز مهدویان عزیز، این فضا رو خیلی خوب ترسیم کرده، یعنی برش هایی از این حضور رو و این اتفاق رو میدیدیم. یه نکته شما توی حرفاتون بود، با اون هم نقش
دور هم جمع کردن همه سلیقه ها در قبل از انقلاب و اوایل انقلاب در مساجد بود. نقل دارم راجع بهش ولی فعلا چیزی نگم. گفتین که 45 عنوان کتاب نوشتین، این کتابی که روی میزه چندمیه حدودن؟ من یکی از آرزوهام این بود که بتونم در مورد مسجد جلادالائمه بنویسم. خب گفتم همش که دارم در مورد جنگ و کارنامه عملیاتی لشکر 27 و شهدای لشکر 27 و اینا نمیشد یعنی نمیشد. یه بار یه پیشنهادی شد برای حبیب غنی‌پور، یکی از بچه های خوش اخلاق و یکی از بچه های که خودش استاد خیلی از بچه های الان کسایی که دیگه پا به سن گذاشتن بود و نویسنده بود، مینوشت، دست به قلم بود، تو کتابخونه فعال بود. به بهانه سرگذشت حبیب غنی‌پور من تقریبا شجره نامه مسجد جلادالائمه رو هم نوشتم، تونستم در بیارم و تو این کتاب بنویسم. مسجدی که فقط کتاب خونش شهدایی که حالا اسمشون رو بیاریم، اسم مبارکشون خوبه، حسن و جعفر بیگلو، حبیب غنی‌پور خودشون، محسن تقی‌زاده، حمید فلاح‌پور، احمد امینی، فرهاد نصیری، عبدالله ریاضی، امیر عشقی، محمود توکلی، مهداد رحیمی، محسن موینی، صبحان صابری، محمد علی پور رضا، مهدی آقایی و اسدالله کیانی. اینا اسمایی است که من عرض کردم فقط تو کتابخانه فعال بودند. نسل 100 تا شهید داره، اون 100 تا جای خود که بودند و حالا مسجد به عنوان نمازگزار می اومدن و می رفتن. کاری ما الان وقت نیست که اسم مبارکشون رو بیاریم، فقط ماحصل اون که چیزهایی که توی به قول معروف کتاب خونه و اون گعداهای فرهنگی که این عزیزانی که اسمای ما شنو گفتم مثل آقای فرج‌الله سلشور و بهزاد پور و اینا، نتیجهش این شهدایی شد که عاشقانه رفتن سر سفره ابو عبدالله مهمان خان نعمت او باشن و حضرت پروردگار که هستن قطعا. وقتمون تقریبا یکی دو دقیقه باقی مونده، شیرین ترین خاطره ای که از اون دوران دارین رو ما میگین؟ ببینید، شیرین ترین خاطره من همون روزیه که من عضو کتابخونه مسجد شدم. من به خاطر وضعیت خانواده درس شبانه میخوندم، روزا کار میکردم تو تراشکاری. داریم از چه سالی حرف میزنیم؟ دارم 53-54. خب که مثلا اون موقع من 13-14 سالم بود، 12-13 سال. ببینید، از صبح زود باید میرفتم کار میکردم تو جاده کرج، از اونجا میومدم میدم تای سینا مدرسه خانالی، دکتر خانالی اگه بشناسی، اونجا با دوچرخه میرفتم اونجا مثلا درس هم میخوندم تا مثلا 9 شب، تا این موقع بود دیگه، شبانه بود، بزرگ سالان. با یه علاقه یه رو رفتم بودم برم عضو کتابخونه بشم، عضو کتابخونه مسجد جلادالائمه. اولین کتابی که خوندین یادتونه؟ یادم نمیاد، ولی رفتم اونجا و وقتی که اون فضا رو دیدم و اون چیز رو دیدم و کتاب های رو رد و بدل کردم، به نظر من شیرین ترین شاید لحظات زندگی منه و یکی از نقطه های عطف زندگی من که راه آینده رو به من نشون داد و انشالله که ما با این شهدا، با این رفقا مشهور بشیم. خیلی مخلصیم آقای بابا. قربان شما. نیمای بزرگ توی کتاب نامه های همسایه یه ارجایی داره در باب حفظ فرهنگ و ادبیات حرف میزنه در اون کتاب و یه نکته ای رو میگه که همسایه عزیز، تنها خواندن است که راه نجات است، خواندن، خواندن و خواندن. توی گفتگو با آقای بابایی نقش پررنگ کتاب، کتابخانه و کتابخانی رو دیدید و عصر طلایی در سرزمین ایران که همه دست به دست هم داده بودند تا علم، تا آگاهی، تا روشنی و روشنگری در بین همه مردم جامعه تسری پیدا کنه و همه جا با نور کتاب روشن بشه و این خیلی جای جذابیه. این نقش، نقش پررنگ مسجدها در سرزمین هم بود. ممنونم که با مرصع همراهید، لطفاً همچنان با ما هم. وقتی که داریم از مسجد حرف میزنیم، داریم راجع به یک تاریخ حرف میزنیم، یک
به قول فرنگی ها لوکیشنی که تاریخ پشتش بسیار بسیار مهمه و تعیین کننده و تاثیرگذار، و مثل خیلی از اتفاقات تاریخی که متاسفانه غبار گرفته، این حوزه هم کمی روش غبار گرفته، نیازه که یه فوت محکمی روش بکنیم، خاک از روش برداریم و دوباره اون رو به شکل تازه تری احیا بکنیم. آقای حبیبی، واقعا اگر قرار باشه از تاریخچه مسجد و حضور هنر در مساجد حرف بزنیم، از چه تاریخی باید حرف بزنیم؟ نگاه کنید، تاریخچه مسجد با تاریخچه تمام ادیان گره خورده. درسته این واژه‌ای که واژه‌ای هستش که در قرآن اومده و اسلامی هستش، اما به معانی مختلف در خود قرآن هم به کار رفته. خب گاهی میگم که اندل مساجد لله، در حالی که اونجا محله های سجدگاهه، مثلا کف دست و اینهاست که اینها از آن خداونده، به همین علت ما نمیتونیم بر غیر خداوند سجده بکنیم، پیشانی بذاریم. گاهی موقع ها مساجد منظور همین عبادتگاه هاست و حتی معنا فراتر میره. در حدیث نبوی داریم که کل زمین مسجد برای من قرار گرفته. یعنی مثلا در ماجرای اصحاب کهف داریم که هنگامی که ماجرا اتفاق افتاد، متدینین غیر متدینی هنگامی که اومدن اونجا گفتن اینجا چه بنا کنیم؟ آخر سر مؤمنین، یعنی مؤمنین به دین عیسی مسیح، به این رسن که اینجا مسجد بنا کنیم. در روایت داریم به همین رد مسجد اعم میشه، گاهی موقع اعم میشه از همه نوع عبادتگاه یا کل زمین، محل‌های عبادت که ما برای خداوند بر زمین می‌گذاریم، یا یه مکان خاصی که مسجد، یعنی عبادتگاه مسلمانان. شما اگه دقت کنید، محوری ترین جایی که ما هر روز به اون رو می‌کنیم یه مسجده. این قدمتش به کی برمیگرده؟ به ابراهیم علیه السلام؟ نه، میدونید که بنای اصل کعبه به خود حضرت آدمه. در طوفان نوح آسیب می‌بینه، احیاش می‌کنه، بازسازیش میکنه حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل. و همینرد قدمت بشریت و قدمت کل ادیان مسجد هماوردی میکنه با هم دیگه. یه نقلی هستیم وسط، وقتی که میگیم عبادت، ما داریم که یک ساعت تفکر از یک عالم عبادت ارزش منتره. آره آره، مکانهایی که به عنوان مسجد نام گرفت، یعنی پیغمبر درسته در مکه تو مسجد الحرام تبلیغ خودشون رو خیلیشون انجام میدادن و جذبشون رو انجام میدادن، نمازشون اونجا، در روایت داریم که همراه با امام علی علیه السلام و حضرت خدیجه سه نفری بعد از اون موقعی که علنیش کردن اولین نماز جماعت اونجا به جا آوردن، اومدن مدینه، نرسیده به مدینه اولین منزلی که توقف کردن سری مسجد بنا کرده، مسجد قبا، اولین مسجد، بعد میاد مسجد النبی و کارشون مسجد سازیه. این مسجدی که از نظر تاریخی ساخته میشه دیگه یک کاربرده نیست. فقط محل عبادت نیست، محل آموزش هست. در روایت داریم پیغمبر وارد مسجد شد، دید گروهی دارن به عبادت میپردازن، نماز ما گروهی دارن با همدیگه تعلیم و تعلیم و آموزش هستش. بعد گفت هر دوشون کار بسیار نیکویی میکنن، اما رب بین کسایی که داشتن با هم دیگه علم آموزی میکردن اونجا نش، گفت این برتره. نکنی محل آموزش بوده. دقیقا مسجد محل قضا بوده، محل قضاوت بوده. یعنی یه مکان، اگه شما مسجد کوفه ایشالله که مشرف بشین هممون مجدد بریم مسجد کوفه، اونجا یه بخشی داره که امیرالمومنین دکت القضا داشته. بله. فقط هم اونجا نبوده، بقیه مساجد هم دقیقا همین حالت داشته. مسجد محل جمع کردن برای خبرها بوده، اولین خبرها تو مسجد، رسانه شون مسجد بوده، منبر اونجا بوده، اولین خبرها اونجا بوده. خاصیت مناره هم همین است، هم همین بوده. شما نکنید مسجد محل تعلیم نظامی بوده، اونجا بوده که اولین گرد همایی نظامی صورت میگرفته، ندا داده میشه آقا جنگی میخواد صورت بگیره، اونجا میومده، توزیع سلاح اونجا صورت میگیره. پس مسجد خیلی کاربردهای زیادی، محل رتق و فتق امور مسلمان بوده. در مسجد النبی بخشی ساخته بودن فقرهای مهاجرین، اونجا میگن بهش میگن اصحاب صفه، حتما شهیدی. پس اونجا به فقرا رسیدگی میشده، تعلیم و تعلم بوده، بسیاری از کارهای دیگه در مسجد بوده. هر موقع ما رفتیم از نظر تاریخی به این رویکرد چندگانه
به این سمت رفتیم مسلمان هم موفق بودن. خب ما تو تاریخ معاصرمون هم داشتیم این رو. دقیقا همین بوده. در تاریخ معاصر ما هم اگه دقت کنید مساجد هنگامی که این کار برده و کار کرده خودشون رو داشتن، جامعه نفس کشیده، تنفس کرده، تونسته پیش بره. مساجد اولی نسبتا ساده بودن که ساخته میشدن در تاریخ اسلامی، اما هنگامی که مسجد توسعه پیدا میکنن، مسلمان سرزمین هایی رو فتح میکنن، مخصوصا هنگامی که برخورد میکنن با ایرانی ها، آرام آرام کاربرد هنر در مسجد به وجود میاد. ایرانی ها مساجد رو به گونه خاصی، همونطوری که پیش از اسلام هنر در نزدشون خیلی پیشرفت داشته، میارن در مسجد. البته این معنی هم نه که زینت ها برای مساجد هست، در قرآن داریم که زینت هاتون رو تو مسجد به کار برید. به همین رد هستش که تاریخ مسجد با تاریخ کل ادیان و مخصوصا اسلام گره خورده و مسجد یک کارکرد چندگانه داره، به این کار با تمام شؤون زندگی اسلامی فردی و اجتماعی مسجد گره خورده. این نکته که شما میگین در باب آراستگی مساجد و ترکیب اونها با هنر، خب در اوجش در دوره ایلخانی کلید میخوره، یعنی مغول‌ها به یک سطحی میرسن که دیگه کاری نمیتونن بکنن و در خدمت اسلام و هنر قرار میگیرن و مسجدهای دوره سلجوقی و دوره ایلخانی جزو مسجدهای بسیار بسیار شاهکار با یک معماری فوق‌العاده است. یکی از زیباترین مسجدها در سرزمینم ایران مسجد شیخ لطف‌الله است، با اون معماری عجیب و غریبش، با اون کاشی نگاره های فوق العاده اش و دوست داشتنیش. ولی مسجد شیخ لطف الله برعکس همه چیزش، ما همیشه در مساجد گنبد رو آبی میبینیم که نمادی از آسمانه، چون بحث سیر و سلوک در معماری مطرح میشه و اینها، ولی توی مسجد شیخ لطف الله همه اینها برعکسه، یعنی زمین آبی است و گنبد خاکی، یعنی ما یک سیر برعکس رو طی میکنیم و این حلقه عرفانی که در اونجا مطرح میشه خودش جزو یکی از عجایبه که میشه ساعت ها راجبش حرف زد. به نظرم بریم بخونین، از معماریش بیشتر بدونین و اگر حوصله کردین راتون به اصفهان و میدان نقش جهان افتاد، حتما یه سری به مسجد شیخ لطف الله بزنید. بریم و برگردیم، گفتگومون با آقای حبیبی ادامه میدیم. بفرمایید. رسیدیم به نقطه‌ای که از ترکیب هنر و عرفان اسلامی گفتیم در ساخت مساجد. آقا حضور هنر در زیستبوم مسجد شکل خاصی داره؟ نه، نگاه کنید با هر قومیت و ملیتی، هر جا که مسلمان حضور پیدا کردن، مسجدش رنگ و بوی هنری همون منطقه رو پیدا کرده. شما الان در شمال افریقا که بری، اکثر مساجدی که به صورت بومی ساخته میشه چیزی به نام گنبد نداره، چون اونجا تو ایران هستش که این گنبد البته از ایران به خیلی جاها سرایت میکنه. یا مثلا نوع مساجدی که در عثمانی ساخته میشده، که اگه دقت کنید حتی مسجد نبی هم معماری عثمانی هستش، یه شکل خاصی داره. و جالبه بدونید، حالا دوستانی که به این توجه کردن، مثلا استانبول رفتن، خب میدونی که مسجد اونجا شهر هزار مسجده، واقعا شهر هزار، یعنی هنگامی که نزدیک میشه هواپیما به استانبول،
شما بیشتر هر چیزی مناره‌های خاص عثمانی اونجا نمود پیدا میکنه، یه معماری خاصیه. و جالبه که من خوشم میاد که اونجا انگار اجازه نمیدن هر کسی هر نوع معماری که دوست داشته باشه برای مسجد بیاد، انگار یه تیپی دارن و اون تیپ رو رعایت کنن. اما متاسفانه ما یه رهاشدگی در درون خود، با اینکه ما تیپ خاص ایرانی رو داریم، اما تو این حداقل 100 سال اخیر یه رهاشدگی رو در معماری مسجد داریم. انگار هر کسی اومده یه شکلی از مسجد رو، اون هویت رو قدری از شما از مسجد شیخ لطف الله که گفتید، اون هویت یه جاهایی بعداً تو معماری جدید دیده میشه، اما بعضی موقع مسجدهای مدرنی میبینیم که اون هویت رو نداره، هر کسی اومده یه نوع معماری کرده. شما مثلا در زیست بوم کشورهای عربی بری، مسجد یه شکل دیگه میشه، اما این فقط معماریشه. شما در مسجد هنر خطاطی رو میبینی، یعنی هنرهای مختلف اسلامی در مسجد نمود پیدا میکنه. بهترین تلاوتها در مساجد صورت میگیره، یعنی که این رو نمونهاشو در مصر شاهد بودید، در مصر شاهد هستید. یعنی در تمام مساجد کلاسهایی از تلاوت قرآن وجود داره و اساتید برجسته حتی در روستاهای تنتا و جاهای دیگه. شما می‌بینید به همین راحت زایشی که از تو داخل مساجد مصر تو هنر تلاوت داریم هیچ جا دیگه نداریم. مسجد محل تبلور انواع اقسام هنرهاست و همین باعث شده بوده که مسجد همیشه زایش داشته باشه. یه سوال بپرسم. بفرمایید. ما تو این چند دقیقه که داریم حرف میزنیم یه عالمه حرف خوب و شیرین داریم میزنیم که محورش مسجد، اتفاقات فرهنگی رو داریم ازش حرف میزنیم، اتفاقات هنری رو. من چرا الان کم میبینی؟ ما خرج نمیکنیم. یعنی چی؟ ما بهای لازمونه. ما متاسفانه زمین بازیمون رو گم کردیم برای انسان مؤمن ساختن. چاره ای نداریم. نکنید من یه حالا نوشتایی هم دارم در این خصوص و مصاحبه‌های دیگه هم صورت گرفته. متاسفانه زمین بازیمون رو دست دادیم. ما یه چیزی نیاز داریم برای فرهنگ سازی، خیلی چون فرصت کمه سری میگم، به نام پاتوق. خب یعنی اگه پاتوق نداشته باشی برای گرده. فقط پاتوق زمانی مکانی هم نیست، اعمه، هم زمانی هم مکانی. بعضی موقع ما فکر می‌کنیم پاتوق فقط یه جایی بریم مثلا فکر کافه، نکنی کافه یه پاتوقیه که برای خودش فرهنگ ایجاد میکنه. در تمدن اسلامی بزرگترین پاتوق پاتوق مسجده و البته زمانی هم داریم، یعنی ما ماه مبارک رمضان، محرم، اینا پاتوقهای زمانی که خدا برای ما قرار دادیم. شعائر اللهی که اینقدر در سوره حج بهش تاکید میشه همینه، یعنی این پاتوق. اگه پاتوقامون رو رها کنی برای ما پاتوق میسازن، هالووین میسازن برای ما، ولنتاین میسازن، کریسمس میسازن. نکنی جهان غرب هم برای هویت سازیش نیاز به پاتوق زمانی مکانی داره. یه جایی بریم، حالا تو این کنسرته بریم یا بریم تو استادیوم فوتبال نگاه کنیم، اینا پاتوق هاست، پاتوق های فرهنگ سازه. ما اگر به پاتوق های خودمون اهمیت، یعنی خرجش نکنیم برای مسجد، برای ما خرج نکنید. پاتوق میتونه یه زیست داشته باشه، میتونه به نوبه باشه. مثال براتون میگم، حرم های مقدس بسیار جای خوبی هستند، زیارتگاه ها، حتی مثلا حرم امام حسین علیه السلام، حرم امام رضا علیه السلام، اما اینا پاتوق دائمی نیستن. جایی که میتونه پاتوق دائمی و شما انسان مؤمن توش بسازی فقط مسجده، اونم مسجد جامعه نه، مسجد محله، که بری اونجا زندگی کنی. اگر میبینیم در دهه 50-60 ما انسان مؤمن انقلابی که بعدم میاد جنگو نگه میداره با تمام کاستی ها و کمبودهی که داشتیم، به خاطر مسجد زنده محل بوده. هر کدوم 50 تا 60 تا بچه. یعنی کلامتون با آقای بابایی که حرف می‌زدیم میگفت ما از جبهه که برمیگشتیم قبل از اینکه بریم خونه می‌رفتیم مسجد. اصلا زندگی می‌کردیم. بچه می‌خواست بازی کنه می‌رفت مسجد. یعنی فوتبالش اونجا بود، استخرش اونجا بود، درس خوندنش اونجا بود. همه چیزش اونجا صورت می‌گرفت. کلاس خطاطی اونجا داشت، رفیق و رفیق بازیش اونجا صورت می‌گرفت. و همین زی مسجدی داشتیم. ما برای مسجدامون خرج نکردیم. متاسفانه روز به روز نحیف شده. نیا کنیم من آخرین کلامم بگم. اصلا دنیای سکولار که میگه جدا، حالا به یه معنا دو جدای دین از سیاست یا جدای دین از نهادهای اجتماعی داره، میگه دوست داره مسجدش روش که فقط عبادتهای چنگانه توی صورت بگیره. مثل اتفاقی که در کنیسه ها میفته. میفته و ما به این سمت داریم پیش میریم، در حالی که ما میگیم مسجد باید همونطور که جامعه باید در درونش دین سرایت داشته، جریان داشته باشه، مسجد ما باید تمام فعالیت
اجتماعی توی سرایان داشته بیره، زندگی توی صورت بگیره، اون موقع مسجد من یه مسجد مؤمن ساز میشه، مؤمنی که حرکت اجتماعی براش مهمه و میتونه تاثیرگذار باشه. آقا نکته که شما میفرمایید کاملا صحیح هست. در سرزمین من ایران حرم مقدس امام رضا علیه السلام جایی است که 24 ساعته باز است. اونجا خیلی جای خوبیه. نه. اصلا زایش ها توبه ها صورت احسن میگیره. احسنت، میخوام به جای دیگری برسم. بیشتر عاطفیه. احسنت. من یه فضای اینچنینی در تهران دارم به اسم حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری. بله؟ که ساعت 11:30 درشو میبندن. یعنی من اگر بخوام شبی رو صبح کنم با رفقا به گعده بشینیم، حرف بزنیم، نقدی کنیم، نقلی کنیم، جایی برای این فضا ندارم. حرم مقدس امامزاده صالح در تهران باز به همین طور ساعت 11:12 درش بسته میشه. مسجدها هم عموما الان فعالیتشون و فعالیتشون رسیده به زمان اذان ها. اذان صبح که کمتر مسجدی باز به غیر از چند مسجد در بعضی بله؟ از محله بقیه مساجد بستن. اذان ظهر همینطور. یه چیزیش کمه، همین نکنید سرمایه گذاری نکردنه مسجد. حتی فیزیک مناسب اون چیزی که شما میگید دیگه نیست. مسجد هنگامی که زیرساخت های لازم رو نداشته باشه نمیتونه این حالت بری صورت. باید در کنار مسجد سالن باشه، باید محل زندگی عالم باشه، باید یه خونه برای خادم باشه که اون مسجد بتونه زندگی تقریبا ادامه داری داشته باشه، که من بتونم در موقعیت های مختلف اونجا حضور پیدا کنم، فعالیت کنم. من به عنوان یه معلم بگم بچه‌ها بیاین فلان ساعت اونجا، من میخوام اینو بهتون درس بدم، ولی بگم شما مسجد بسه. چرا؟ چون زیرساخت لازم نداره. گاهی موقع فیزیکیه، گاهی موقع آدمشه. یعنی باید جمهوری اسلامی شک نکنیم خرج کنه تا جایی که میتونه، همطوری که بعضی دیگه خرج میکنن. مسجد هر چقدر براش خرج کنیم خرج نیست، هزینه نیست، سرمایه گذاریه و مطمئن باشیم پاسخ میده، بازده خیلی خوبی هم خواهد تا حالا هم داشته. هر چقدر مسجدهای ما فعال بوده، خوب بوده، آدم خوب توش اومده، مدیریتش رو بر عهده گرفته، اون مسجد میبینیم چقدر شلوغ، زایش داره، جوون نوجوون توش داره زندگی میکنه. اما مسجدی که براش هزینه نکنیم متاسفانه نمیتونن کارکرد اصلی خودش باشه. متشکرم آقای حبیبی. در کنار مساجد کانون‌های فرهنگی هم شکل میگرفت، مثل کانون فرهنگی سلمان که خداش بیامرزاد، علی سلیمانی نازنین، آقا سید جواد هاشمی بزرگوار، سیروس همتی و خیلی ها از اونجا پا گرفتن و کار کردن و زندگی رقم زدن برای خیلی از بچه‌هایی که الان دیگه همسن و سال منن. امیدوارم که اتفاقای هیجان انگیزی در پیش باشه. هم توی گفتگو با آقای بابایی من اشتباهاً دوستانم خداش بیامرز علی سلیمانی، سیروس همتی و دیگران رو گفتم که از بچه‌های کانون سلمان بودن، که اشتباه کردم، کانون هور درسته، ولی خب کانون سلمان هم بود و اون هم کارهای خاص و عجیبی می‌کرد. خیلی ممنونم که با مرصع همراه بودید. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید.